خب یه نگاه دیگه به این فدرالیست 46 بکنیم، قسمت سومش. جوری که گفتم من شروع کردم، تازه شروع کردم یه مقداری راجع به فدرالیزم توی کشورهای مختلف بخونم. همین که دارم راجع به فدرالیزم در آمریکا بیشتر یاد میگیرم. بعد این مقاله های فدرالیست هم الان بعضی وقتا نگاه میکنم، یه کتابای راجع به این مقاله ها صحبتی کردن، اگه اون مورخه یا علوم سیاسی دونه یا هر کسی که هستش یه حرفی مختص یه مقاله‌ای گفته، من اینجا بهش اشاره میکنم تو این دیدمون به این مقاله ها. و مثلا راجع به این آقای سنفورد لوینسون بهتون گفتم، An argument open to all، نگاه میکنم ببینم این چی میگه که من چیزی بتونم اضافه بکنم به این مقاله، یادم بیاره یه چیزی رو بهتون میگم. بعد مثلا یه چیزی رو که ایشون یادآوری میکنه حرف خوبیه، میگه همین جانجی که 5 تا از این مقاله های فدرالیست رو نوشت و خیلی آدم معتبر و مشهوری بود و اینا، ایشون اول شد یکی از قاضی های دادگاه عالی آمریکا، جورج واشنگتن منصوبش کرد و همون جوری که میدونید رئیس جمهور منصوب میکنه، اسم یک کسی رو میکنه، یک کسی رو نامزد میکنه، شاید بگم نامزد کردن پستی، بعد سنا باید قبول بکنه و ایشون شد. و بعدش ببینید در اون زمان تقریبا اینقدر همچین کار دادگاه عالی آمریکا رو زیاد مهم نمیدونستن که ایشون رفتش شد ایالت داره ایالت نیویورک. چند سال بعدش اصلا ول کرد قاضی عالی دادگاه عالی بودن و رفتش در سال 1792 رفتش که اصلا ایالت نیویورک برای گاورنریش، برای ایالت داریش. خب بعد اونو نتونست بشه، بعد جان ادمز که سال 1797 شد رئیس جمهور آمریکا، هرچی ازش خواهش تمنا کردش که بیاد و بشه رئیس دادگاه عالی آمریکا، قبول نکرد، چون در اون زمان الان یه سری دادگاه های آمریکا رو نگاه بکنید بهشون میگن سرکت کورت. خب سرکت مثلا یه مداری، اینا نه تنها فقط اونجا تو واشنگتن میشستن کار قاضی دادگاه عالی رو میکردن، بلکه بایستیم یه چیزی دارن به نام رایدینگ سرکت، یعنی سوار اسب عرابه میشدن میرفتن تو منطقه هایی که کنگره تشخیص داده بود و تعیین کرده بود، اینا بعد میرفتن اونجا میشستن، اونجا هم قضاوت میکردن. و خیلی از این قاضی ها از این قسمت مسئله خوششون نمیومد، هم مثلا با عرابه باشه بره این ور اون ور، میگن رایدینگ دی سرکت. بعد این اسم سرکت کورت های دادگاه های آمریکا هم از اونجا مونده. میگه ایشون میگه خسته شده بود دیگه این بخواد بره نمیدونم این دادگاه های مختلف تو رایت دی سرکت. خب پس حالا این مسئله رو ما برای چی برآوردیم، اصلا در خدمت شما آوردیم، اینه که اگه نگاه بکنید تو مقاله 46 همون جوری که تو قسمت قبل گفتم که میگه مردم اتچمنتشون به ایالتشون بیشتره، بستگیشون به ایالتشون بیشتره و اینا، این حرفی که فدرالیسم این پوبلیس میگه، میگه مردم ایالت ناراحت نباشید، شما بزرگ مردا و خیلی آدم های داناتون اینا میمونن تو ایالتاتون خدمت میکنن و اینا به علاوه بر شما هم دست با شما مواظب میشن که این دولت مرکزی پاشه از گلیمش بیشتر بیرون نذاره. خب حالا این مثلا آقای سنفورد لوینسون این مسئله رو پیش میکشه، میگه بفرمایید آقای جانجی هم که حتی یه زمانی قاضی دادگاه عالی بود میخواست بیشتر بمونه تو ایالتش، بعدش هم که اصلا سیاست و اینا رو ول کرد و چندین سال زندگی کرد، ولی میبینیم که توی صحنه ملی آمریکا زیاد کاری نکرد.
ایشون این مثل رو میزنه، این زمونه رو میزنه، میگه ببین اون زمان اینجوری بود که یه سری خیلی شیفتگی و وابستگیشون به ایالتشون بود، حتی طوری که جنرال مهمشون، بهترین جنرال آمریکا اون زمان، رابرت ای لی، وقتی که جنگ داخلی شروع شد، این توی ارتش اتحادیه بود، ول کرد ارتش اتحادیه رو، گفت من باید برم به کشورم خدمت بکنم. کشورم چیه؟ ویرجینیا. برای اینه که من اون اوائل ترجمه های این مقاله ها بهتون گفتم، گفتم گول اینو نخورید، فکر نکنید که آمریکایی از روز اول انگار شبیه هم بودن، برادر هم بودن، فکر میکردن این ایالت ها معنی براشون نداره، این کشور ها رو به عنوان ایالت میدیدن. خب همین چند تا ویدیوی قبلی، این ویدیوی خانم کارول برکینو که گذاشتم نگاه بکنید، تو اون ویدیوش حدود دقیقه 48 شروع میکنه، میگه که ببین مردم این ایالت های مختلف چجوری به هم دیگه، دیدشون به هم دیگه چجوری بود. پس این آقای لیونسون هم، البته من توی ویدیوهای دیگه اینو گفتم ها، جاهای دیگه، که وقتی جنگ داخلی آمریکا شروع میشه مشهورترین جنرالشون در اون زمان میگه من ویرجینیانم، آمریکایی نیستم، یعنی هویت خودشو ویرجینیایی میدید. پس میگه حالا یواش یواش بعد میایم تاریخ آمریکا رو نگاه میکنیم، خب ببینید داستان چجوری عوض میشه، یواش یواش مردم همین رئیس جمهوری های جدیدشون رو میبینید و پرونده زندگیشون رو نگاه میکنید و اینا، میبینید دیگه اصلا عوض شده، برگشت شده. مثلا جورج بوش اول رو میگه کانتیکت به دنیا آمده، ایالت کانتیکت، پا میشه میره تگزاس، بعد از تگزاس میره نمیدونم مجلس خدمت میکنه و فلان و همان، و الان نگاه میکنی محور سیاسی زندگیش غیر از اینی که همون رفته شد رئیس جمهوری اینا شد، رفته توی تگزاس زندگی میکنه، ولی کششش به صحنه ملیه. بیل کلینتون و زنشو میگه، میگه ببینید از آرکانزاس بودن، حالا زن خانمش توی ایلینوی بوده، ولی نگاه میکنی یواش یواش خانمش رفته توی نیویورک سناتور شده، خود بیل کلینتون رئیس جمهور شده، الان تو نیویورک زندگی میکنن. بعد مثالای مختلف رو میزنه، میگه این زد و نقیزی رو باید آدم نگاه بکنه که الان این فدرالیزم چجوری گسترش و بست پیدا کرده که الان شرایط اینطوریه، که یه زمانی طرف برمیگشت میگفتش که من کشورم ویرجینیاست، نمیتونم برم تو ارتش یونین آرمی، تو ارتش این اتحادیه خدمت بکنم، و الان ببینید چجوری چیزا برگشته. اینا حالا دیگه زیاد توش تو وارد این بحث زیاد نمیشم، فقط میخوام راجبش فکر بکنید، چون من الان دارم میگم، الان باز دو مرتبه این صفحه جلوتونه که قبلا خدمتتون گفتم، زمانی که پوبلیوس اینا رو نوشته خب 3 روز طول میکشید از خبر رو از نوهمشر به ایالت چسبش نیویورک ببره. الان شرایط زندگی ما عوض شده، الان ما نمیتونیم دیگه تحت لوای این سازمان ملل متحد باشیم، با این شکلی که برای سال 1945 خوب بود، ولی الان دیگه مزخرفه. ما هم باید یه اتحادیه استخوستی درست بکنیم، یه زبان مشترکی داشته باشیم، بچه هامون یاد بدیم از همون بچگی، و یواش یواش بکنیمشون فرزندان این کره زمین. دیگه کشورمون میشه کره زمین، مهدمون میشه این کره زمین، استانمون میشه ایران، آمریکا، نمیتونم چین. الان دیگه وضع محیط زیست و آینده ما با این وضع تکنولوژی و اینا سن احمقانه است، ما انرژیمونو گذاشتیم روی چیزای چرت و پرت.
من توی یه دونه اون ویدیوهای ترجمه اولم نشون دادم تو ماشین نشستم تو پارکینگ دانشگاه یه ویدیو درست کردم، بعد در جا همون ویدیو رو آپلود کردم، گفتم الان وضع دنیا اینه، شما از هر جا بتونید میتونید بخواید میتونید اطلاع رسونی بکنید. یه بچه وسط جنگلی هم نشسته باشه و اینا دیگه آشنا میشه، متوجه میشه به وضع دنیا. ما نمیتونیم 4 بیلیون جوان دنیا رو تو این شرایط الانی که سنشون دارن زیر 30-40 سال خواهد بود، دنبال کار و دنبال مسکن و دنبال آینده خوبی هستن، شرایط ما جوابگو باشه که الان یه سری کمتر از 1% اون بالا میچاپن تمام دنیا رو، یه سری خوب درست کار میکنن، ولی ما الان بایستیم یادآوری بهشون بکنیم، شؤون انسانیشونو یادآوری بکنیم. آقا انسانید شما، مگه چقدر احتیاج دارید که این شکمتون رو سیر بکنه، دو تا قایق داشته باشید، دو تا ماشین، دو تا خونه، دیگه چقدر میخواید؟ از آدم شریک بشه با دیگران. در هر حال حالا بعدا باز دو مرتبه خدمتتون خواهیم بود.